خوابم نمیبره تا ندم آقا بهت سلام، روزام نمیگذره تا ندم آقا بهت سلام، روزام نمیگذره تا ندم آقا بهت سلام. سلام به تو دوای دردم، سلام بذار دورت بگردم، سلام که من ها تو کردم، سلام به اطرسی سلام میکنم التماس، سلام باشه به من حواست، باشه به من حواست. بسم الله الرحمن الرحیم. هنوز میرسد از پشت در صدات به گوشم، هنوز چوبه تابوت توست بر روی دوشم. من آن امام غریبم که در میانه حجره نگاه کردم و گردید آب شمع خموشم. وصیتت شده باعث که در کنار مزارت، وصیتت شده باعث که در کنار مزارت ز گریه بسته گلویم، به سینه مانده خروشم. فاطمه جان سزد به یاد کبودی دست و صورت و چشمت، تمام عمر به تن جامه سیاه بپوشم. اگر کبودی روی تو را به چشم ندیدم، اگر کبودی روی تو را به چشم ندیدم، صدای ضربت دست عدو رسید به گوشم. گرفتم به غمت انس و مونسم شده گریه، گرفتم به غمت انس و مونسم شده گریه، به شادی همه عالم غم تو را نفروشم. ای نور قلب عاشقم، شمع این خانه توی، زهرا شکسته افتاده
شرط قصه فاطمه در سینه من به نفس ممنونم اگر نروی میمیرم اگر بروی زهرا ای مادر پشت پسر زهرا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزاداران و دوستداران صدیقه کبرا سلام الله علیها، و امیدوارم که انشالله عرض ادبها و نوکریاتون در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها مقبول درگاه خدا باشه و مایه تقرب و نزدیکی هممون به صدیقه کبرا، و انشالله که مرهم قلب داغدار امام زمان علیه السلام باشه و مایه تجلی در فرجشون. در این قسمت از برنامه، آخرین قسمتی هست که کتاب دفتر خاطرات فزده رو با هم میخوانیم، و من چند تا داستان رو رد کردم، رسیدم به داستان آخرین دیدار بانوی جناب فزده. آخرین ملاقاتش با صدیقه کبرا سلام الله علیها رو در این داستان روایت میکنه، و بی مناسبت ندیدم که ما تو این آخرین برنامه‌ای که در به وقت سلام به مناسبت فاطمیه در خدمتون هستیم این داستان رو بخونم، و بعد هم با این کتاب خداحافظی میکنیم و شما برای مطالعه بقیهش کتاب رو تهیه بفرمایید. یادآوری میکنم که انتشارات دلیل ما این کتاب رو چاپ کرده و خدا لایک به قلمشون برکت بده. آقا محمد رضا انصاری عزیزمون هم به رشته تحریر در آوردن از طرف جناب فزده سلام الله علیها. آخرین دیدار بانوی. عجب لحظات سختی بود، عجب لحظات سختی بود شهادت بانوی. یعنی دیگر من صدای او و مهربانیش، کارهای او و عبادتش را هرگز نمی دیدم. وای بر من چقدر دلتنگش شد. بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام در حضور من و اسما و چهار فرزندش بدن مطهر حضرت زهرا را با لباسی که بر تن داشت با مقداری از حنوط پیامبر غسل داد. ما سفارش مولایمان را فراموش نکرده بودیم که نباید با صدای بلند گریه کنیم، اما با تعجب دیدیم با تمام شدن غسل امیرالمؤمنین با صدای بلند گریه می کرد و عشق می ریخت. عرض کردیم آیا از دوری و فراق حضرت زهرا گریه می کنید؟ فرمود اثر تازیانه ها که همچون خطی سیاه بر بدنش آثار کبودی بر جای گذاشته مرا به گریه در آورده است. آری او روز قیامت با همین بدن به صحرای محشر می آید خدا را ملاقات میکنه.
سپس بدن مطهر را میان کفن گذاشت. اما قبل از بستن بندهای آن فرمود: ام کلثوم، زینب، فز، حسن و حسین، بیایید و آخرین دیدار را با مادرتان داشته باشید. اکنون هنگام فراق است و دیدار دوباره در بهشت خواهد بود. همه کنار جنازه مادرمان جمع شدیم. آری، بانویم برای من همانند مادر، بلکه عزیزتر از مادر بود. در آن لحظات امام حسن و امام حسین علیهم السلام خود را روی سینه مادر انداخته بودند و ناله می کردند و می گفتند: بعد از فقدان پدر بزرگمان و فراق مادرمان دیگر از گریه خاموش نخواهیم شد. ای مادر حسن و حسین، هنگامی که پدر بزرگمان محمد مصطفی را دیدی، از ما به او سلام برسان و بگو پس از او در دنیا یتیم شدیم. ناگهان دیدیم دست های بانویم از کفن خارج شد و هر دو پسرش را در آغوش گرفت. لحظه ای نگذشته بود که هاتفی از آسمان ندا کرد: یا ابوالحسن، آن دو را از آغوش مادرشان جدا کن. که ملائکه آسمان را به گریه انداختند. امیرالمومنین فرزندانش را از روی سینه مادر برداشت و بندهای کفن را بست، در حالی که زیر لب زمزمه می کرد: فاطمه جان، فراق و دوری تو سخت‌ترین داغ‌ها و عظیم‌ترین مصیبت‌ها برای من است. من در فقدان تو از حسرت گریه می‌کنم و از سوز دل نوح سرایی خواهم کرد. فاطمه جان، مرا یاری کن و با خود ببر که برای تو عشق می‌ریزم. خدا به دل سوخته امیرالمومنین علیه السلام قسمت می‌دهیم که دل سوخته صاحب زمان در فراق صدیقه کبرا رو آرام کن و فرجشون رو بر ما برسن. الهی آمین. با کتاب دفتر خاطرات فز خداحافظی میکنیم و خیلی ازش بهره ها بردیم و لذت بردیم. من یه بار دیگه هم عکس جلد نسخه‌ای که در دستم هست، شاید تو نسخه های جدید تغییراتی داشته باشه، نسخه‌ای که دستم هست رو خدمتتون نشون دادم که بتونید راحت‌تر پیداش بکنید و تهیه بفرمایید. متشکرم از همراهیتون. بریم و برمیگردیم. مهمان بسیار عزیز و بسیار دوست داشتنی منتظر ماست و با سن کمی که داره حرفای خیلی زیادی رو برامون خواهد زد و ازش استفاده خواهیم برد. بریم و برمیگردیم. لطف حسین ما را تنها نمی گذارد، گر خلق وا گذارد او وا نمی گذارد. او کشتی نجات و کشتی شکست مانی، مولا غلام خود را تنها نمی گذارد. جانم حسین، حسین جان، مجدد سلام عرض میکنم خدمتتون. به بخش گفتگوی آخرین قسمت فاطمیه به وقت سلام خوش آمدید. در خدمت یکی از ذاکران جوان و باصفای اهل بیت علیهم السلام هستیم که رفاقت دیرینه ای باهاش داشتیم و خواهیم داشت. حامد جان سهندیمون، سلام. سلام، خوبین؟ خدا قوت. خیلی ممنون که اومدین. یه سلام علیکی با مخاطب داشته باشون. عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون. خیلی مخلصیم. من محمد جان خیلی خدا رو شکر میکنم که
امشب این گفتگو روزیمون شد و واقعا فکر نمیکردم که اتفاق بیفته و الحمدلله که قسمتمون شد. بی معطلی خیلی امشب هم حرفها داریم. بی معطلی بگو که اولین خاطره ای که با امام حسین داریم ولی که خدمتتون عرض بکنم که من اول با اینجوری شروع میکنم داستان خودم رو که چجوری تو این راه اومدم و حالا میشه گفت به قول فرمایشات شما چجوری با امام حسین ارتباط گرفتم برای اولین بار. فکر کنم من حدودا 6-7 سالم بود. خیلی پدرم و مادرم خیلی مشوق بودن و خیلی دوست داشتن که من تو این راه بیام. یادم اون موقع برای اولین بار با شبکه 5 دعای فرج پخش می شد، اونم از صدای آقای سماواتی. خیلی بابا اینا دوست داشتم من که این دعای فرج رو یاد بگیرم، چون مدرسه هم نمی رفتم و خواستم مثلا من دعای فرج رو یاد بگیرم. و که اصلا موضوع مدهی نیست بچه همون دعای فرج یاد بگیرم، مثل بچه که الان مثلا میگه قرآن یاد بگیرم، برم بچه هم بذارم کلاس انگلیسی، هر کسی حالا به اساس نوع خانواده و نوع افکاری که دارم. گفتن که دعای فرج یاد بگیرم و اینها. بعد بابام آروم آروم، حالا سوادم اصلا نداشتم هنوز، بچه 6 ساله هنوز ابتدایی هم نمیره، هنوز فرق اسم بابا و مامانو نمیدونه، فقط دست اون توتیواری که بهش میگن یاد میگیره. بعد مثلا یادم جمعه ها بعد از نماز ظهر و عصر بود، شبکه 5 دعای فرج پخش میکرد، هنوز قشنگ یادمه. بابا اینا من میبادم روی تلویزیون میشوندم، میگفتن حامد گوش بده، آره یاد بگی. بعد من گوش میکردم و اینها. بعد وقتی که تموم میشد، حالا پدرم یا مادرم میبادن حالا با هم دوباره هی تکرار. یادم نمیاد چقدر وقت برد اون دعای فرج یاد گرفتن اینها. دیگه من دعای فرج رو یاد گرفتم و ما پدر بزرگم یک دوستی داشتن که دقیقه حیات هم نه پدر بزرگم نه چند رحمت سال خدا برش خدا همه رو رحمت کنه، اونه که ارادتمنده به امام حسین بودن. پدر بزرگم یه دوستی داشتن که زاکر بودن به نام حاجای احمدی، هیئت عباسیه، یک هیئت آذری زبان بودن. در این درصدی که مثلا نه حالا بعضی فکر میکنم مثلا من چون سهندی هستم فامیلیم حالا به سمت آذربایجان یا تبریز و اینا بخواد، اصالتا کجایی هستی؟ اصالتا تهرانیه. همه پدر مادرم همه بچه های سمت سید نصرالدین و یا سمت خانی آباد. بعد گفتن که بابام اینا هم حالا 6 سالم بود، گفتن که بریم، حالا اون روز هم روز نیمه شعبان بود، گفتن بریم یه هیئتی هست به هیئت عباسیه بریم اونجا. پدر بزرگم چون با اون رئیس اون هیئت و مدده هیئت هم بود آقای احمدی، گفتن بریم اونجا. رفتیم و نه یه اتفاقی افتادم چی شده اینها. بابام رفتن به همون حاجی احمدی که مداح بودن و اون دست اصلی اون هیئت بودن، گفتن که پسرم بیاد دعای فرج بخونه. گفت میتونه بیاد بخونه؟ گفتن که آره میتونه بیاد بخونه، چیزی نیست. منو بلند کردن بردن جلو و رفتم برای اولین بار توی یک جمعی که فکر میکنم بالای اون روزم خیلی شلوغ بود، هنوزم یادمه که چجوری وایسادم. آره نیمه شبان و همم اومده بودن روز تعطیلی و من وایستادم به دعای فرج خوندم و خیلی اصلا اولین بار بود که تو یک جمعیتی که اینجوری میخوام بشینم بخوندم. از اون موقع شروع شد، یعنی استارت یک کاری خوردش. یعنی تو اولین خاطره خوندنت برای اهل بیت روز نیمه شعبان؟ روز نیمه شعبان از امام زمان هم دعای فرج خوند. گذشت و اینها، حالا یک فاصله زمانی گذشت از اون ایام. درست کنه آقای احمدی رو ظاهرا ایشون با خیلی از خلاصه مدعا همین تعامل داره. بله یعنی واقعا میکروفون میده و پا میده و خیلی، یعنی خدا کنه این رویه ادامه داشته باشه. یعنی بزرگترهایی که تو این راه هستن، حالا من که سنی ندارم ولی بزرگترهایی که تو این راه هستن باید مشوق باشن و کنارش هم باید دسترم بگیرن. این نیستش که حالا اگه حامد سهندی الان داره اینجا الان میخونه و اینها، پس الان دیگه حامد سهندی داره میخونه همه چیزش درسته. نه یقینا تو خوندن من 100% ایراد هست و این که من به راه به حال خودم رها بشم برم جلو، این ایرادا رو بعد این ایرادا برطرف بشه، هدیه ای کنه و بله. تقدیم خدا حفظ کنه. آقای قاسم، آقای قنات‌آبادی رو ایشون میگفتن که قاسم که تو همیشه نیست،
درست. نه بعد یکی دیگه باشه اینجا چهارپایه داره کنه، هیئت داره. خب این شروع بله نوکری میگه تو. بعد من چون محله کودکیم محله نارمکی اون هفت حوض بود، اونجا خب یه مسجدی بود و اینا، کنارش همیشه محصولات مذهبی، تازه اون موقع تازه سیدی اومده بود، سیدی مداحی اومده بود، بعد یک محصولات فرهنگی مذهبی بود که اون مسجد میفروختن و اینها. بعد مادرم یه روز منو با من گفتش که حامد بیا بخوام برم واسه کتاب مداحی بگیر که تو شعر داشته باشم. دیگه اون موقع تا دبستان بودی و نه هنوز همون ادامه، یعنی مثلا بعد آها از زای فرجی فکر کنم 2 ماه بعدش بود، هنوز هم مهد این کودک هم خوندنه نمیرفت. علل قاده به پدر مادر خیلی چسبیده بله یعنی. خیلی خوشش اومد بود که مثلا حالا توی جمعی وایسادم آره خوندم. بچه ما بوده. آره بچه ما بود اصلا خود گفتنی. بعد دیگه رفتم مثلا کتاب رو خریدم، هم کتاب رو اتفاقا فکرم دارم هنوز تو ذهنم الان نیست، ولی هنوز یادم چه کتابی بود. خندش نمیدونیش که اصلا شعرها رو سواد نداشتم مثلا بخوام بخونم هر رو اینها، فقط این بودش که مثلا مادرم هی در گوشم میگفت این شعر رو یاد بگیر و اینا. بعد کم کم دیگه از وقتی که رفتم مدرسه دیگه شروع شد به حالا شعرها رو بالاخره بتونم بنویسم، یا مادرم مینوشت خودم عروش میخوندم. اصل داستان من حالا که چه جوری استارت خورد و اینها از این ماجرا بود که من شروع کردم. ولی خب من از اوائل دهه 80 با حاجی سماواتی آشنا شدم. چی شد؟ خدمتتون عرض بکنم که بستگان من خود از اوایل دهه 80 یعنی مثلا چند سالت بوده؟ من مثلا 5 سالم بود. 5 6 هم همون همون دعای آره. فرج بعد از دعای فرج اوایل سال 80 بودی که بستگان من خدا رحمتش کنه حاج عباس آقای هاشمی خدا رحمتش کنه خیلی امام حسینی بودن عجیب قلب، یعنی هیچ چیزی دریغ نداشت واسه امام حسین واقعا. تا حالا من تو عمر خودم حالا تو الان که سن حالا سنی که دارم تا حالا مثل ایشون من ندیده بودم که اینجوری پارکا به امام حسین باشه، یعنی همه کار بکنه همه کار. به پدرم حالا چون فامیل ما بودن و فامیل دور ما در بزرگم بودم گفته بودن که به پدرم آره یه مداحی هست جوونه، حالا اون موقع آجای سماواتی فکر کنم بودن نزدیک 40 سالشون شدم کمتر، این شهرت امروزشون نداشت اصلا، نه اصلا نه، تازه داشتن اون مناجات مسجد کوفه داشت کم کم تو زبون آره همون مولا یا مولا تازه داشت تو زبون ها میافتاد. گفتن که بریم یه خونه، خونه شون سمت 17 شهری ورتش که هنوز هم همونجا بله. هستن، بریم منزلشون اسرای جمعه اونجا بعد از نماز مغرب عشا، البته الان شده بعد از نماز مغرب عشا، اون موقع قبل از اذان. حامد یه دقیقه حرفتو قطع کنم، دلم نیومد نگم چون اسم خونه رو آوردی، خدا شله حفظ کنه حاج غلام رضایی سماواتی، خدا رحمت حفظش کنه، خدا لکه حفظشون کنه و ایشاله که سرشون مستدام باشه. به بهانه این خونه ای که اسم آوردی، خیلی این پیر مرد با صفاست، خیلی با صفاست، واقعا با امام حسین زندگی میکنه. آره یه ماجرایی رو برای من تعریف، ما که نبودیم اون دوره، برای ما تعریف کردن که وقتی که ایشون حسین آقاشون برادر حاج غلامتی از دنیا رفتن، تو مراسم ختمشون ظاهرا تو این حسینیه همدانیای خیابون ری بله. تهران مراسم ختم برایشون برگزار میشه، تو مراسم ختم خلاصه حاج غلام رضا میکروفونو میگیره و میگه آقایون من داغ بچه دیدم، ولی دیگه بچه منه که جلو من تیک تیکش نکنه. این خیلیه ها، یعنی تو توی نقطه با امام حسین علیه السلام باشی که وقتی داغ بچه هم دیدی بازم برای بچه امام حسین گریه کنی، خیلی ارزش. ببخشید طرف قطع کردم. خب خدمتتون عرض بکنم که خب اون روزی که حالا رفتیم اون برای ما حاجای سماواتی نبود، با اونا گفتن که بریم حالا برای اولین بار بریم اونجا ببینیم مثلا برنامه چون چی چی رفتیم و خب دیدیم که نه چه خب مدل حاجای سماواتی خوندنشون یک مدل یک ملوییه که بیشتر با دل آدم بازی می‌کنه مدل خوندن. حالا نظر خودم عاطفه و احساس، آره عاطفه احساسه، خیلی بالا نمیخونه، همیشه ملایم میاد و روزه رو آروم آروم میخونه و دعا رو میتونه. ما رفتیم و دیدیم نه چقدر خوبه و اینا، تصمیم برای شد که هر هفته حالا هر هفته جمعه بریم منزلشون شرکت کنیم. آره شرکت. یادم نیست چی جوری شدش که من ارتباط، یعنی ارتباط ما یه ذره صمیمیت‌تر شد با حاجی سماوی، خیلی یادم نیست چه اتفاقی افتاد اینها. میگه من ایناشو هنوز یادم، یعنی حتی خود حاجی سماواتی هم وقتی با هم میشیم حرف میزنیم و اینها این حرفو اشاره میکنن به من که آره حامد یادت میاد تو بغل من میشستی من یا میخوابیدی من روزه میخونم. واقعتش همین بود، یعنی کسایی هم که تو خونه حاجی سماواتی بودن یادشون هست که حامد سهندی یه حامد نامی هست کوچولو
6 7 سالشه و همیشه هم اینه که میاد خونه آجای سماواتی، دور و بر آجاتی حاج آقا میگرک. میشه هستش، بعد خندهش اینه که خواب عصر جمعهش رو پای آجای سماواتی، چون عصر هم بود دیگه، بچه‌ها هم خوابش میاد ساعت اینا دیگه. من یادم قشنگ سر میذاشتم رو پای آجای سماواتی، قشنگ یادم که میخوندن. و برام جالب اخلاص این آدم و یقینا یه چیزی که هستش از ایشون اینه که اخلاصشه که خیلی مردم دوست دارم، اون اخلاصشه که اون مناجات مسجد کوفه و این طور ماندگار. یه خاطری ازش خوندم توی یه برنامه ای، بله. که خلاصه ایشون شروع میکنه روزه خوندن و میبینه مجلس چی آتیشیه، یه لحظه به خودش میگه که خب بله الحمدلله ما خوندیم و مجلس داره آتیش میگیره و اینا، میگم یه ها دیدم خاموش شد، بس فهمیدم که انگار بیبی میخواسته به هم یادآوری کنه که مال تو نیست و نمک تو ما دادی. واقعا خب هم باید خب همون میشه داستان، همون مبحث اخلاص اعتقاد. حالا که یه ذره بریم جلوتر سر اون مسئله من باز حالا بیشتر صحبت. خب این شد شروع آشنایی شما و بله واجه سماواتی. یه ماه رفته رفته رفتیم جلوتر و حالا من بزرگتر میرفتیم جلوتر و دیگه سنم رفت بالاتر، یه هم 10-12 سالم دیگه. بابام ببین استارتی داشت شاگردی تو با حاج مهدی یا رفته رفته انجام شد؟ نه رفته رفته اصلا انجام شد، خیلی خودجوش هی رفت جلو. و طبعا پدر مادرم که دوست داشتن، بله. خب بعد خود بابام یه بار پیشنهاد شد، یعنی پیشنهاد دادم با حاجی سماواتی که آره حامد خیلی دوست داره مدعی بکنه و دایی فرجی شما رو بلده بود. ها گذشت تا یک روزی استارت خورد کار مدعی من با حاجی سماواتی که دیگه اصل یعنی نقطه پرتاب من شد، شروع شد. فکر میکنم سال 89-90 بکنم یا شدم کمتر یادم، آره فکرم 89 13-14 سال پیش، یعنی 13 سال هم بوشه. آره هنوز صورت هم مشتر نایمده بود و اینا ریش نداشتم. یه بار رفتیم خونه شون، خونه آجای سماواتی، عصر جمعه. روال منزلشون همیشه این بودش که یکی از برادران آج آقا، یعنی یا حاج آقا مصطفی یا حاج آقا هادی، گاهی هم آقای اکبر، گاهی اوقات میخوندن اینها. اتفاقا اون روز نشده بود اون سه تا برادر بیاد، منم نشسته بودم، زودم رفته بودیم منزل حاجی سماواتی، نشسته بودم و اینها. حاجی سماواتی اومدن گفتن که حامد نیومدن، میای آل یاسین بخونی؟ منم با تمام اعتماد به نفس الکی که داشتم گفتم بله که میخونم. آره میخونم. خنده‌دارش این بودش که از دعای آل یاسین فقط کلمه‌ای که درست بلد بودم یه بسم اللهش بود و یه سلام علی آل یاسین، یعنی تمام اون دعایی که مثلا حالا دو صفحه و نیمه تمامش اعار ا گفتم، اعار و ا گفتم، یعنی کلمه ها رو اصلا عجیباً غریبا غلط می‌خوندم. این تاره نخونده بودی اصلا، ولی خیلی به خودم بعضی وقت به پدرم مادرم میگم، میگم واقعا اعتماد به نفس من خیلی باحال بود که اون روز اصلا هیچی، من رفتم نشستم پشت الکی گفتم می‌خونم، مشکلی نیست. یادمه که نشستم میکروفون گرفتم شروع کردم به دعا خوندن، وقتی میخوان به یکی یه چیزی بدن خیلی خودم میگم بعضی وقتا میگم که همش از اون روز شد، ولی تمام کلمه ها رو غلط خوندم، یعنی هیچ چیز به نفسه رو بهت داده بودن که تو وارد این مسیر بشی. آره دست آدم نیست که اونقدر، یعنی ما فکر میکنیم که من این کارو دارم انجام میدم، در حالی که چنین حرفی اصلا غلطه، یک محرکه و پشت دادن باشه که تا اون اراده بیاد و اراده یقینا تو اون مسئله که مسئله امام حسین و مسئله اعتقادیه، بعد یک محرکه پشتش باشه که منو تو این راه بیاره. نشستم خوندم یه رو 20 دقیقه خوندم، در اینی که داشتش واقعا میگم در اینی که داشت بدنم میلرزید که دارم تمام دعا رو دارم غلط میخونم، ولی تو دلم گفتم ای دارم میخونم، کجام دارم میخونم. موقعی که مدرسه میرفتم آرزو بودش که مثلا خونه آجای سماواتی رو بخونم واقعیتش. بعد تموم شد دعا، اومدم شاه آجای سماواتی رو قبول باشه، و بزرگترین درسی که اون روز آجای سماواتی من دادن، نگفتن که آبروی منو بردی. حالا اون روز هم چندین یعنی داشت شلوغ میشد خونه شون، این دعا بود تو خوندی مثلا؟ دعا بود، آبروی ما رو هم بردی. گفتش که باری کلا چقدر خوب خوندی. گفتم آجا، یادم به همین حرف بهشون زدم، گفتم آجا کجا خوب خوندم، همه رو غلط خوندم. مهم نیست، مهم نیست، آدم بالاخره یه جایی باید شروع کنه. روحیه تقافل واقعا همین. بعد من اومدم خونه، مامانم هم پدرم هم مادرم گفتن که
چجوری تو آمد نشستی خوندی؟ ما که داشتیم گوش میکردیم همه رو غلط میخوندیم، تمام بدنمو میلرزید. تو چجوری خوندی؟ خوندم میاد. از اون جلسه شروع شد. یک ماهی فاصله افتاد، یک دو ماهی فاصله افتاد. و تو دیگه شروع کردی تمرین کردن. تمرین کردم و حاج آقا سماتی یادم اون روز آخرین حرفی که به من زد، حامد دار بازم تمرین کن که بیا بازم بخونی. آها. یعنی هم تحویلت گرفت، هم گفت در دفعه بعدی دیگه. همون میگم که بعد دست گرفتنه و باشه واقعا. بعد نقد با توأم با مهربانی مهربانی و تشویق. بعد یک دو ماهی گذشت و بعد حاج آقا سماتی من گفتن که همون جمعه باز رفتم منزلشون، حالا خیلی مدت هم دو سه ماهی گذشت بعدش گفتن که بیا دوره آلیاسین تمرین کردی؟ گفتم بله الان آماده آماده. نشستم خونه و واقعا آلیاسین بدون غلط خونه یه دفعه واقعا درست خونه. از اون زمان شروع شد. بعد هفتگی ها میخوندم، حاج آقا سماتی حاج آقا مهدی میگفتن که خب اولش از امام زمان شعر بخون. من مجبور میشدم. آها دیگه شعرم بهم میگفتن. بعد میگفتم شعر چیکار بکنم و اینا، گفتن خب برو بگرد پیدا کن. گفتم خب اکی؟ خب من اون موقع خب هنوز اطلاعی واقعا نداشتم. مثلا میگفتم برو کتاب حاج آقای سازگار نخل میسان. نخل میسان میگفتم. بعد گفتم که اون شعری که خودت دوست داری رو پیدا کن، نه اون که مثلا من خوندم. علل قادم موقع این بساط سرچ تو اینترنت و اینا هم نبود. نبود واقعا. واقعا نبود. گوگل اون موقع اصلا کارا نمی‌کرد. یعنی منبع تو شد، یعنی رو بودن به اون چارجل حاج آقای سازگار. خدا واقعا خدا حفظشون کنه. یعنی یک پشتوانه‌ای ان مثلا. حامد یادته شعرهای اولی که خوندی چی بوده؟ من اولین شعری که حفظ کردم یک سینه‌زن بود، سینه‌زنی بود به سبک حاج اکبر ناظم همه جا کربلا، نه حاج احمد دلجو. بله 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 حاج احمد دلجو. همیشه هم همه جا اونو میخونه و مادرم میگه خب حامد بس این مثلا رفت روزه از نظر داری از امام حسین میخونی بابا شعر رو همه جا نخونم. خب دوست دارم دارم میخواد بخونم دیگه. منم گفت بابا یه ذره بعد شعر مناسبتی باشه. غزل چی یادته؟ غزل اولین شعری که از امام زمان من حفظ کردم یادم نیست از کدوم شاعره، ولی این شعر بود که ما که لب تشنه دیدار تو این، ما که نادیده خریدار تو این، نه خریدار گرفتار تو این، نه گرفتار که بیمار تو این، ای فروزنده تر از ماه بیا، ای یوسف فاطمه از چاه درآ، آه مظلوم تو را میخواند، عشق مظلوم تو را میخواند. خیلی شعر زیبایی. من از اون شعر یاد گرفتم مدام تو این. خب شعر شعرم جلوی حاج مهدی خوندی؟ خوندیم و بعد دیگه حاج آقا مهدی من اصلا اون موقع، بعد حالا حاج آقا خیلی باحال، یعنی خیلی قشنگ کمک میکرد به من. من شعر امام زمان این هفته میخوندم، هفته بعد میگفت بیا حالا روزم بخون. خوندم حاج آقا من همین شعر امام زمان قدم قدم. قدم قدم قدم. ولی خب اون قدم واسه من انگار یک پرش 100 متری بود واسه من، ولی واسه حاج آقا اصلا چیز عادیه. بعد بالاخره باید یاد بگیری دیگه. حامد الان بعد از گذشت 10 سال از اون روزه دارم ازت میپرسم حاج آقای سماتی چرا این کارو میکرد؟ چرا اصلا برای تو وقت میذاشته؟ حالا اینکه سه تا داداش خودش کوچیکتر داره، شاگرد بازم قطعا داره. گاهی اوقات اینه که ما شاید به دل خود من، به دل من اینی که حامد سهندی بگه که من این کار رو نمیخوام انجام بدم، ولی به دلم میندازم که این کار رو انجام بدم، خیلی فرق داره. اینی که من میخوام این کار رو انجام بدم، ولی یه نفر هست میگه موظفی تو این کار رو انجام بده، همون داستان اون محرکه هست. یکی منو موظف میکنه به این کار رو انجام بدم. خب وقتی که یک اراده مثل امام حسین، مثل از دلی میاد پشت این اراده قرار میگیره و منو حل میده، حامد سهندی کیه؟ هزار نفرم بیان دست من نیست اون کار انجام ندم و نمیتونه کسی جلو منو بگی این کار انجام نده نشه. و خود حاج سماوتی هم میگفتن که بارها به من میگفتن بودن که ما هر کدومم یه وظیفه‌ای داریم نسبت به هم تو این راه. من مداحی بلدم، پس من باید به تو میبینم تو مداحی بخوا دوست داری و به تو یاد بدم، بعد تو رو به خودم تو این راه بیارم. راه بیارم مثل واقعیت طلاعات و واقعیتش هم اینه دیگه. ولی واقعا اون یکی این تو این راه من نمیتونم، این حرفا شعاری نیست واقعیتش. شاید تو این دور زمانه الان خیلی بگن که نه این حرفا مثلا ممکنه طرف داره واسه خوش دکون دستگاه باز میکنه اینها، ولی واقعیتش اینه که داست ما تمام عالم رو بذاریم کنار، امام حسین رو بذاریم کنار، چون امام حسین واقعیتش اینه که امام حسین یه دونه است، هیچ کس هم نمیتونه خوشو با امام حسین مقایسه کنه تو این راه. چون امام حسین یک حالا درس
درس میده امام حسین به ما، آقا میای تو این راه، منی که اومدم تو راه خدا همه چیمو دادم، همه چیمو، نگفتم که نه، خب اینجا داغ برادر میبینم، اینجا داغ پسر نمیبینم، بس دیگه مثلا بسه. نه یا تفکیک بکنم بگم که نه، همه داغا رو دیدم، خودم دیگه راحت تموم بشه، دیگه اذیت نشم، زرج نکشم. تمام اوج مصیبت امام حسین تو روز عاشورا، یه طرف خود داغ امام حسین، عذابی که امام حسین بهش دادن تو اون روز عاشورا تو گودی قتلگاه، اصلا بس روزه خونه نمیخوام بکنم. و واقعیتش اینه که ما امام حسین رو فقط میگیم که آره امام حسین این مصیبت ها بهش وارد شد تو گودال، اما این که بگیم چرا امام حسین این کارا رو قبول کرد و یه آقایی با آغوش باز این مصیبت رو بپذیره، قبول میکنه و اصلا آخ نمیگه، میگه خب خدا تو داری میبینی پس من صبر میکنم. تو این راه هم منی که حامد سهندی میخوام حالا از این آقا، حالا محرم از حرفزه یا امام حسین یا هر کسی، حضرت علی، حضرت زهرا، من میخوام از این اشخاصی که بالاترین آدم های روی کره زمینن و مثل اینها نمیاد دیگه، دم بخوام بزنم نباید دیگه توش منم باشه، خورد سنگ باشه، صاف سیغلی باید بیام جلو. خاطر همینه که امثال حاجای سماواتی همین و تو آقای سماواتی رو اینجوری دیدی؟ دیدم حاجای سماواتی من تا الانش، تا الانی که من واقعا هر چی که دارم تو این راه از ایشون به ایشون مدیونم، من مدیونم و بارها به خودشون گفتم. اینی که حاجای سماواتی اولین حرفی که تو این راه به من میزد میگو حامد شعر مهم نیست، صدا مهم نیست، فقط مهمترین راه تو این کار فقط به دلت نگاه کن، اخلاصت، اگر تو اخلاص داشتی اون بد صاف باشه، اون بد صاف باشه، من هر چقدر این دل زنگاب بهش بسته شده باشه، من بیام بهترین سبک، مثلا هزار نفر سینه زنی داشته، هزار نفر سینه زن داشته باشه فایده نداره. اره. بعد یه بازتابی داشته باشه این کار، تا زمانی که من خودم رو درست نکنم نمیتونم اثرگذار باشم. چرا امام حسین بعد از 1400 سال اثرگذاره؟ چون امام حسین اینجوری بوده تو راه امام حسین، تو راه خدا هیچی نداشته دیگه، یعنی بگه که من خدایا این کارا رو قبول نمیکنم، ولی منو آره، ولی من همین امام حسین بشم، ولی این مصیبت ها رو قبول نمیکنم، نه. بعد صاف بعد بشیم، به قول حاجی سماواتی حرف قشنگی میزنن، میگن که ماها در طول روز چند وعده نماز میخونیم خارج از نمازهای مستحب، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، هممون این بنده رو که تو نمازمون هست بارها تکرار میکنیم، اما چقدر بهش عمل میکنیم خیلی مهمه. میگیم که خب خدایا وقتی که میشینیم میخوایم تشهدمون رو بخونیم، میگیم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده و رسول، اول باید عبد باشی تو این راه. خود خدا میگه بیار پیغمبر، منم به تو هیچی مجانی بهت نمیدم، اول عبد بشو بعد پیغمبرت میکنم. دمت گرم، دمت گرم. احتمال میدم که این برنامه رو حاجی سماواتی ببینن و اگر که میبینید امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید و خدا بهتون سلامتی بده، صحت و مستدام باشه. حامد جان شما یک جانم. بخش خوبی از عمرت و شاگردی حاجی سماواتی کردی. بله. کی دوران شاگردی تموم میشه؟ هیچ وقت، واقعا هیچ وقت شاگردی تموم نمیشه. چرا؟ این راه، چون به خاطر اینکه مسئله امام حسین یک اقیانوسه. من اگر تو این راه وارد شدم، حتی تو این اقیانوس جزیرم نداره که بگی برسیدم این خشکی تموم شد، پس دیگه ادامه نمیدم. هر چی تو این راه، تو این تجربیت خودم که کسب کردم دارم عرض میکنم، شاید الان کسی ببینه میگه چه حرفی داره میزنه، این اصلا به حرفش به سنش نمیخوره، ولی گنده تر از ذهنم دارم حرف میزنم. واقعیتش اینه که منم اگه دارم این حرفا رو میزنم، حرف بزرگترامو دارم انتقال میدم، حرف خودم، یعنی از بزرگترام که یاد گرفتم. خدا حفظت، سلامت بشید. این راه اقیانوسه، هیچ وقتم تموم نمیشه. اگر تو تموم بشی تو این راه، یعنی تموم بشی دیگه، خداحافظ، بعد بری از این دنیا، هر قدمی که بری قدم جلوترش هست و تموم میشه. حامد جان عرض به حضور شما که شما مداحی کارته؟ نه، من همیشه من افتخار به همه میگم، یعنی هم دوستان، اقوام، هر کسی که با هم معاشرت دارن. آقا واقعیتش اینه که من مداحی شغلم نیست،
مداهی یک جزئی از زندگیم هست، ولی میخوام بگم منبع درآمد من اصلا، من با پدرم و برادرم تو یک محیط کار میکنیم، تو کارهای حالا کار یک بار مصرف، درآمدم از اون کاره. الحمدلله. این که بخوام بگم که دارم مداهی میکنم و از این راه دارم درآمد در میارم، نه اصلا چنین چیزی خب نیست. عرض به حضورت که میخوام یه شرایطی رو فرض کنم که امیدوارم هیچ باشه. وقت اتفاق نیفته. بله کاسبیه دیگه، بالا پایین بله داره، تو پایینش قرار بگیری خب، و حالا مثلا یه شب دو تا مجلس دعوتت کردم، یه مجلس میدونی که بانی دست به جیبه و بریم ماشاءالله پاکت پره، خب یه مجلس هم یه مثلا فرض کن که یه آقای پیرمردی خونش رو مجلس گرفته و مثلا پول رفت آمد هم نمیشونی که میده، کجا میری؟ خارج از شعاری بودنه، مثلا من میدونم آره حرف حرف دلتو من، میزنی، چون بگو. میتونی اخلاق منو، یقینا میرم اون پیرمرد. چون چرا حامد؟ واقعیتش این که این دنیا فقط پول نیست، واقعا این پول نیست، پول این که همیشه مثل رودخونه ای که میاد و میره، هیچ وقت بسته خب اونی نمیشه. که میمونه توی رودخونه چیه؟ اون برکت هست، برکتی که مهمه. من اوائل که تو این راه میومد، تو این حالا اول مداهیم که میخوندم و اینها، من روزه خونگی یعنی واسه مادرم میخوندم اول، یعنی مشوق از هنوزم هست، هنوزم واسه مادرم هر ماه روزه میخونم، الهی هر که ماه خدا حفظشون کنه. خدای مادرها رو حفظ بکنه که ما رو تو این راه میارم، تو این راه پرورش میدم. پدر مادر خیلی مهمه، من اگر همه جا بهشونم میگم، میگم که اگر پدر مادر من خود شماها نبودین تو این راه، یقینا من اصلا نمیتونم قدم تو بردارم. یه بیت شعر میخونی تو روزه هات تو همین مضمون، یادته؟ تو ذهنم الان است اگه بگین حتما میرم. پدرم مادرم داد به من درس محبت، اما من حسینی شدم از بس پدرم گفت. حسین خب برای مادرت میخونی؟ برای مادرم میخونم هنوزم که این برنامه هنوزم هست. و این بعد همون اوائل که شروع کرده بودم و اینها، مادرم به من گفتن که حامد بیا مثلا روزه بخون. حالا زمان تاریخی یعنی مثلا حالا اول ماه آخر ماه نبود، فقط روزه برگزار بشه تو خونه. بعد مادرم یادمه، حالا دقیقش حالا یادم چقدر بود، اینا من مثلا یک سلی به من میده، همیشه من میخوندم، حالا مثلا میرفتم بیرون کار داشتم، حالا مثلا مدرسه میرفتم یا دانشگاه میرفتم و اینها، بعدم خونه میدم که مثلا یه مبلغ رو میزم گذاشته مادرم، بعد میگفتم که این چیه، میگفتش که این به خاطری که اومدی روزه خوندی. ولی بعد مادرم اون موقع به من میگفتن که راضی نیستم بری جایی بگیری اصلا تی کنه، که اصلا گفت اصلا راضی نیستم ازت از این کار که بخوای تی بکنی، اینقدر میگیرم میام. چون واقعا یک واقعیتیه که من اگر میگم که آقا من امام حسین میام رو هیئت شما، امیدوارم یعنی تو این راه مهمترین این چیزی که حالا اخلاص، دومین دعاش عاقبت به خیریه، چون تو این راه خیلی ها دیدیم آقا یه واقعیتیه تو این راه بودن و بودن هم الان هم هست و تو روزمره اسمشون هم ممکنه بشتم که آره فلانی رفت این کارو کرد یا مثلا یه مبلغی رو گفت من میگیرم میام میخونم تی کردم. خدا نیاره، واقعا من خودم میگم که خدا نیاره واسه من و خدا عاقبت اونو به خیر کنه تو این راه، چون من امام حسین رو دارم میفروشم دیگه به این قیمتی. امام حسین رو تو گودال قتلگاه یا ایام ماه رمضان حضرت علی ضربت خورده، حضرت زهرا شهیده شدن، خب دیگه آقای بانی لطفاً اینقدر به من بدین که من بیام بگم چی شده. چی شده؟ خب دیگه اون موقع واقعا دیگه من یا از این راه باید برم بیرون. آقا نوکری نیست دیگه. نه، به قول گفتنی چنج کردن، کاسبیه، کاسبی کردن. من امام حسین رو به این قیمت دارم میفروشم و خنده دارش این که فقط یک مقصر منم و مقصرم طرف مقابل هم هست یه صاحب هیئت که نمیپذیره این نکته رو. من امام حسین رو به این قیمت میفروشم و اون هم امام حسین رو به این قیمت از من میخره، فقط مشکل از درسته که اون طرفم وسوسه شاید با اون رقم بکنه منو، اون اصلا مسئلهش کناره، ولی اینی که دو طرف داریم امام حسین به این قیمتی میفروشیم، یکی داره میفروشه، یکی معامله میکنه، معامله داریم. حامد جان انا عرض کنم خدمتت که خیلی امشب هم حرف داریم، ولی من میخوام
زودتری خود فضای حرفمون عوض کنم، جهتش هم اینه که شب آخر این بخش از برنامه فاطمی ماست، درست، بعد با ایام فاطمی خدافزی کنیم. خداحافظ. حامد، با تو خیلی راحت میتونم حرف بزنم توی این فضا، اونم این که تو به واسطه این که روزه خونی و به واسطه این که شعر مطالعه میکنی، مقتل مطالعه میکنی، یه تسلط خوبی روی موضوع شهادت صدیقه کبری سلام الله علیه و داری. بگو که توی این گستره مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها کجاش تو رو آتیش زد؟ ببین همش داغه، همش مصیبته، همش سنگینه، ولی یه جاهای آدم دیگه قفل میکنه. کجا برای تو اینجوری بوده؟ من حالا توی حالا توی ایام فاطمی که حالا جلسات که حالا میرم انجام وظیفه میکنم، اینه که حالا خب مدل به مدل روزه حالا میخونیم یا مدل به مدل شعر میخونیم و اینها، حالا مردم هم ارادت دارن نسبت به ساعت مقدس حضرت زهرا، خب عزاداری میکنن، گریه میکنن، ولی روزه ای که خب من خودم با شده بارها، آدم تو دل خودش میگه که او دیگه خیلی دیگه طرف اوج قربت دیگه، یعنی مظلومیت واقعا. چی جوری میشه که این مصیبت به طرف وارد میشه؟ اینه که من توی دو تا روزه حضرت زهرا هستش که خیلی ناراحت میشم واقعا. یکی این که مثلا یکی از این روزه ها اینجوری بگم، ما تو محلمون، تو اقوام و بستگانمون، یکی از دنیا میره، اولین کاری که میکنیم اینه که یک اعلامیه چاپ میکنیم، میگیم که آقا این بنده خدا به رحمت خدا رفت. حالا چه شخصیت، مرد، اگه مرد باشه که مسئله است، ولی یک خانم از دنیا بره مسئله کاملا فرق میکنه، بحث احساسی یا عاطفیه، و هرچی اون سن اون خانومی که از دنیا رفته جوون تر باشه، اون همه یک وقت میگن ای طرف رحمت خدا رفت. بعد اولین سوالم همیشه همینه، طرف چند تا بچه داشت؟ نخیر، همه همین سوال میکنه، بچه‌هاش مثلا. بعد اوج مصیبت حالا تو این اطرافیان، حالا تو داریم با سال 1402 داریم مقایسه میکنیم، الان بچه‌هاش کوچیکن یا بزرگن، حالا مرده چند سالشه، اینطوری تو این هم. ولی وقتی که من گاهی اوقات خودم ناراحت میشم و این هم برای روز حضرت زهرا، اینه که دختر یک شخصی بوده که زبون زده عام و خاصه، چجوری میشه که طرف اینقدر، طرف اوج مظلومیت و غربت میشه که حتی یک شعری هستم کنیم که از شاعرها گفتن، خیلی شعر قشنگی، که همسایه ها به مجلس ختمت نیامدن، من بودم و همین دو سه تا بچه های تو، اوج غربت یک زن و شوهره. حامد یه بیت داره این غزل، من با تو راحتم میپرم از طرف دو بخشش. یه بیت داره دیوونه کرده منو، میگه که جای تمام شهر خودم گریه میکنم، از بس که خالی است در این خانه جایت. اوج واقعا، یعنی به مصیبت و غربت، مظلومیت، واقعا همینه دیگه. دیگه آدم بعد چی باید بگی که آقا یک نفر از دنیا میره و تو یک شهری که همه میشناسنش، با تو یک محله ای که از بس، حالا فامیل فامیل هم نه، میگم همسایه فوت میکنه، همه میگن آقا بریم همسایه هم، حداقل یه بار باید سلام علیکی کردیم. حالا میگه شهر مدینه چقدر بوده که طرفم میگه که مثلا چنین حرف محال ممکنه که بخوام بگم که مگه میشه که من اصلا حضرت زهرا نیده باشم تو اون شهر؟ پیغمبر چند تا یادگار خودش گذاشته، حالا یکی هستش یه یادگار میذاره، یکی هستش که تاکید در اون یادگارم میکنه، آقا این منم، این دخترم منم، فرض کنین منم، هیچ فرقی نداره. یکی این روزه است، خیلی من اذیت میشم، خیلی ناراحت میشم، بارها شده مثلا حالا تو این روزه خودم گریه کردم و اینا،
یکی هم اون حالا وقتی که حضرت زهرا دیگه از دنیا میرن و حضرت علی علیه السلام دیگه تک و تنها میشه، که اصلا دیگه دلخوشی نداره تو این زندگی، یعنی حرفی که بی سند هم نیست، حرف ماها که میگه که بالا سر قبر حضرت زهرا میگن که کاش که دیگه زنده نمونم. ابکی مخافت انت طول حیات، واقعا دیگه مظلومیت دیگه، چون روزه حضرت زهرا یعنی روزه مظلومیت، روزه قربت. بخونی خودم. السلام علیک یا فاطمة الزهراء یا بنت رسول الله، ای مقام تو فراتر ز همه باورها، مادر اهل یقین سایه بالا سرها، همه مدیون تو هستیم الهی مادر، سایت کم نشود از سر ما نوکرها، هر کسی واژه یا فاطمه را یاد گرفت نشود تا به ابد بسته به رویش درها، خاک پای حسنینت همه صاحب نفسان، به تو دارن ارادت همه پیغمبرها، بی بی جانم من از این سوختنت پای علی فهمیدم، فاطمه هست فقط یاور بی یاورها، این سخن فرموده پیغمبر است، منکر آن هر که باشد کافر است، گفت زهرا خلق من خوی من است، روح ما بین دو پهلوی من است، اما ناسپاسان دخت احمد را زدم، فاش میگویم که احمد را زدم، حیف از آن صورت که آخر شد کبود، برگ گل را طاقت سیلی نبود. خدمت الهی خدا خیرت بده، خدا الهی هر روز به نفست برکت و سوز بیشتر بده، انشالله که اخلاصت روز افزون باشه و توفیق نوکریت زیاد، ما رو هم دعا کن. ممنونم، خیلی مخلصم حامد جان، خیلی ممنون که اومدی، خواهش میکنم، وقت گذاشتی، سلامت باش و خیلی به خودم مزه داد، خیلی چسبید، خدا ان شاءالله که حفظت کنه و هم خودت و هم استاد عزیز تاج آقای سماواتی ان شاءالله برای هممون نگه، خدا همه ارادتمندان به ساعت مقدس اهل بیت حفظ بکنه ان شاءالله که حامد سه تا دعا کن همیشه باش. بهترین دعا اینه که اولیش که خدا واقعا فرج امام زمانمونو برسونه، که هر چه آمد به سر ما هم از دوری توست، واقعا هر چه داریم این جلتر تازه داریم متوجه میشیم که چقدر جا یک نفر الان خالیه که این بیهوده دنبال کس دیگر نگردید، کم دارد این دنیا فقط آقای ما. دومین دعامونم این که واقعا هم تو این راه عاقبت به خیر بشیم، هم تو این راه تا آخر عمرمون باشیم الهی. و سومین دعامون که خودم تای قلبم میگم واقعا دعا اعتقاد دارم اینه که تا جایی که میتونیم خدمتگزار پدر مادرام باشیم الهی، وصایشون مستدام باشه و ما
اونهایی هم که از دنیا رفتن رو خدا ببخشه و خدا بیامرزه. همشون رو بیامرزه. حامد جان ممنونم، خواهش خیلی میکنم. لطف کردی و از شما هم خیلی متشکرم که تا این لحظه برنامه ما رو دیدین. بریم و آخرین بخش فاطمیه وقت سلام رو برمیگردیم و تمام خواهیم کرد. در خدمتیم. کجا بخش پایانی به وقت سلام امشب رسیدیم. خیلی از حامد جان سهندی عزیزم تشکر میکنم که امروز زحمت کشید و آمد و خلاصه خیلی صفا کردیم و خیلی باش کیف کردیم. خدا ایشالله که به نفسش برکت و سوز بیشتر بده. و رسیدیم به بخش پایانی برنامه. یه موضوعی رو میخوام توی این بخش بگم که از ابتدای فاطمیه تو ذهنم بود اما نگه داشتم برای شب آخر برنامه. اون همین که از ابتدای فاطمیه هر مجلسی، هر منبری، هر برنامه‌ای که فضائل صدیقه کبرا و مدح صدیقه کبرا رو برامون گفتن، یه حسرتی تو دلمونه که کاش میشد که در حد همون 18 سال ما هم همسایه خونه بیبی بودیم. کاش میشد یه بارم که شده ما در خونهشون رو بزنیم و خلاصه از دست کریمشون عنایتی بگیریم. کاش میشد که تو فضایی باشیم که بیبی نفس میکشه. و یه حسرت دیگه، خصوصا بچه سیدا، خصوصا اونایی که بعد از زهرا محرمن، دلشون میخواد که کاش که میشد مادرشون رو ببینن. و یاد این یه بیت شعر افتادم که بچه سید نشدم، دست خودم نیست، ولی وسط روزه دلم خواست بگویم مادر. این حسرتی که از ارتباط گرفتن و از خلاصه بهره مندی بیشتر از صدیقه کبری سلام الله علیها تو دل ما بچه شیعه ها هست، من یاد این حدیث امام زمان علیه السلام انداخت که فرمود لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه. مادرم دختر پیغمبر صدیقه کبری سلام الله علیها برای من یه الگوی بسیار خوب، یه اسوه بسیار نیکوست. و خلاصه میخوام بهتون بگم که اخلاقای خوب حضرت زهرا سلام الله علیها امروز تو وجود حجت ابن الحسن جلوه میکنه. و اگه بچه سیدا دلتون برای مادرتون تنگ شده، بچه شیعه ها اگه دلتون میخواد که حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید و از کنار بی بی بودن لذت ببرید و خلاصه به دامن پرمهر مادرانش پناه ببرید، امروز حجت ابن الحسن همون پناهگاه و همون مأمن و همون آغوش گرم رو داره. و خلاصه نه فقط حضرت زهرا، یک عطریه که از تمام گلهای عالم خدا جمع کرده و اسمش رو گذاشته حجت ابن الحسن. و من و شما که داریم تو روزگار این آقا زندگی میکنیم، چقدر به دامنش دست توسل دراز میکنیم و چقدر تو همین دوران غیبت باهاش ارتباط میگیریم، باهاش حرف میزنیم، باهاش درد دل میکنیم. ارتباط در دوران غیبت و حرف زدن با امام زمان علیه السلام کنار، چقدر برای فرجش دعا میکنیم و چقدر از خدا میخواییم که این آقایی که وجودش یک پارچه نور و یک پارچه صلح و یک پارچه صفا و صمیمیته،
زودتر اذن ظهور خدا بهش عنایت کنه و عالم رو پر از عدل و داد کنه، همونطور که از ظلم و جور پر شده. خدا فرجشون رو برساند و خدا ایشالله که ما رو از خلاصه دیدار صورت و سیرت و اخلاق زهرایشون محروم نکنه و انشاءالله که اسم ما رو جز و خدمتگزارانشون چه در دوران غیبت و چه در دوران ظهور ثبت و ضبط کنه. آخرین فاطمیه ای به وقت سلام رو تمام میکنم و انشاءالله از روز شنبه در خدمتتون هستیم با بخش جدید به وقت سلام و خلاصه خدمتتون خواهم رسید. ارادتمند خدای ما رو تا فاطمیه سال بعد زنده نگهدار و باز هم توفیق عزا برای صدیقه کبرا سلام الله علیها به ما کرامت کن و انشاءالله که این فاطمیه آخرین فاطمیه دوران غیبت امام زمان علیه السلام باشه. با امید دیدار، یا علی مدد.